دیگر جانبازان این سرزمین که در طول قرنهای دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده ایم مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. با درود به روان پاک دو ابرمرد تاریخ ایران و جهان اعلی حضرتین جاوید رضا شاه بزرگ بنیانگذار ایران نوین و شاهنشاه آریامهر بزرگ بنیانگذار تمدن نوین. درود بر ملت بزرگ ایران و با درود خدمت جناب آقای مهندس سیاوش گرامی کارگردان عزیز و خستگی ناپذیر ما. 43 سالروز اشغال ایران آریایی، 22 بهمن، روز سیاه، یک ننگ در تاریخ 2500 ساله کشور عزیز ما. به ترتیب به جبهه ضد ملی شاگرد پادوهای محمد مصدق السلطنه، آن خائن خبیث کودتاچی، مزدور انگلیس ها، بی سوادی که بهش میگن دکتر که هنوز مشخص نیست دکتراشو کی بهش داده، مثل این که هنوز مشخص نیست پدرش کیه، به تودهی های همیشه خائن
یک سازمان وقوف جاسوسی نوکران شوروی سابق و روسیه کنونی که یک بخشش هم افتخار نوکری انگلیس رو داره. به بازوی مسلح توده ای ها، سازمان چریکای فدایی خلق روسیه، به بازوی مسلح و ارتش مخفی انگلیس ها و مصدقی ها در داخل کشور، سازمان تروریستی مجاهدین، به کمونیست های جهان وطن، به همه دشمنان قسم خورده ایران، به بی سوادترین قشر تاریخ ایران پس از حمله تازیان، یعنی ملایان، آخوندها، یقه شپشوها، بی سوادا، لای و لجنهای اجتماع، لبادکاران. به همه تون تبریک میگم که 43 سال ایران آریایی رو اشغال کردید و در خارج از کشور به نام جمهوری طلب و دنبال حقوق حشر به اسم بشر همچنان افتخار نوکری سازمان‌های جاسوسی غرب رو دارید، در رأسش MI6 Intelligence Service، و هنوز رفت و آمد میکنید به طویله شماره 10 در لندن. افتخار نوکری حزب دموکرات امریکا رو دارید و با بخشی از CIA در ارتباطید. افتخار نوکری چپ اسرائیل و چپ جهان رو دارید. افتخار نوکری کاگبه رو دارید. الان هم مفتخر شدید که نوکر سازمان اطلاعات و امنیت چین بشید. افتخار نوکری فرانسوی و آلمانی رو دارید. افتخار نوکری دارید. نمایندگانتون روبروی دوربینا نشستن، به انواع و اقسام اسامی مختلف دروغین مثل روزنامه نگار، برنامه ساز، شاعر، نویسنده، مفسر، تحلیلگر، یه مش بیشعور، یه مش بیسواد، یه مش مزدور اطلاعاتی، یه مش نوکر، یکیشون در لندن نوکر عرباس، دوتاشون در لجنجلس نوکر حزب دموکرات امریکان، یکیشون پای منقل صبح تا شب، یکیشون هم پای قمار و مشروبه، و انواع و اقسام طویله ها هم اینا رو دعوت میکنن که با این اراذل اوباش به گفتگو بنشینن. به همه تون تبریک میگم که در طول 43 سال انقلابتان باعث شد که یکی از پیشرفته ترین کشورهای جهان، یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان، یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان در ارتباط با ثروت ملی، یکی از با آبروترین ملت‌های جهان، یکی از با شخصیت ترین ملت‌های جهان، یک کشوری که دارای امنیت اجتماعی بود، امنیت اقتصادی داشت، امنیت شغلی داشت، امنیت داشت در کشور، کشوری که هیچ کس جرأت نمی کرد به چپ نگاه بکنه، یک ارتش فوق‌العاده قوی داشتیم، پنجمین ارتش غیر اتمی جهان در تمام زمینه‌ها، دریایی، هوایی و زمینی، امنیت کامل در جاده‌ها، در شهرها، روستاها، توسط شهربانی، ژاندارمری و نیروی زمینی شاهنشاهی کشورمان، و استقلال داشتیم، کشوری بودیم که از نظر استقلال ملی کاملا مستقل بودیم، نوکر شرق و غرب نبودیم، نه در جناح بلوک شرق بودیم، نه در جناح بلوک غرب بودیم، با همه ارتباط داشتیم، نخستین کشوری در خاورمیانه بودیم که دفتر نمایندگی اسرائیل رو در تهران باز کردیم، روابطمون با اورشلیم بسیار عالی بود، ضمن اینکه با کشورهای عربی نیز روابط خوب و حسنه‌ای داشتیم. با کشورهایی که دشمن ایران بودن مثل مصر در دوران جمال عبدالناصر ارتباط نداشتیم، با لیبی کشور تروریستی سرهنگ کودتاچی قذافی ارتباط نداشتیم، با حافظ اسد یکی از تروریست‌های شناخته شده جهانی در سوریه ارتباط نداشتیم. رفته رفته وقتی که
در مصر زنده یاد انور سادات به قدرت رسید، روابط اون با کشور باستانی و دوست مصر عالی شد و همچنان با لیبی روابط نداشتیم، با کره شمالی روابط نداشتیم، با کوبا، با هر چی لات و لوت بود تو دنیا روابط نداشتیم، که به همت مصدقی های ایران بر باده، باند شاپور بختیار، کریم سنجابی، عاشق مهدی بازرگان، عزت الله صحابی، ید الله صحابی، شایگان، داریوش فروهر چماقکش و هاشم سباقیان، یزدی، قدزاده، طباطبایی، بنی سگ، دور از جون سگ، روابط اون با هر چی لات و لوت و چاقوکش در جهان عالی شد، حسنه شد و به عکس روابط اون با کشورهای متمدن صنعتی و پیشرو جهان تیره شد و اثر در دیوار سفارت مردم کشیدیم بالا و 43 سال فوش خار و مادر به اسرائیل و آمریکا و جهان داریم میدیم. ما نه، مصدقی های ایران برباد. برای خودشون هم کمپوزیسیون در داخل و خارج درست کردن، میگن هک کردیم، از بلنگوی امام رضا دارن میگن مرگ بر خامنه ای، بازی جدیدی که وزارت اطلاعات با کمک نیروهاشون سازمان تروریستی مجاهدین راه انداختن، بچه‌ها هم پخش میکنن، عقل نباشه جان در عذابه. یکم خسته شدم اینقدر گفتم و تبریک میگم به همه دشمنان ایران آریه، اما به ملت بزرگ ایران، به همه میهن پرستان، به عاشقان ایران آریایی، به عاشقان پهلوی، به عاشقان تمدن، به عاشقان پیشرفت، به عاشقان استقلال و حفظ تمامیت ارضی کشور، به همه ایرانیانی که دل می سوزونن برای کشورشون، عشق می ریزن کنج خونه هاشون، غم صورت اکثریت این ملت رو گرفته، به همه تون تسلیت میگم. 22 بهمن عزای ملی است. 22 بهمن باید تا روزی که ایران و ایرانی هست با رنگ سیاه در تاریخ کشورمون نوشته بشه. 22 بهمن روزی است که سینه میهن پرستان و عاشقان ایران آریایی، سینه همه سربازان و درجه داران و افسران و سرهنگ ها و عمرای ارتش شاهنشاهی و غیر نظامیان، همه میهن پرستان آماج گلوله های دشخیمان خمینی شد که پاسداراشون یعنی مجاهدین و کمونیست ها سینه این دلاوران رو چه در زندان ها چه در پشت میز کارشون مثل بدرهی ها، مثل رحیمی ها به رگبار مسلسل بسته. 22 بهمن بزرگترین فاجعه پس از حمله تازیان بود. 22 بهمن عامل فقر، بدبختی، گرانی، کشتار، زجر، زندان، شکنجه، تجاوز، اسیدپاشی، گروگانگیری، بی‌آبرویی در جهان، انزوای بین المللی، از هم پاشیدگی اقتصادی، عدم امنیت در داخل و خارج از کشور، ترور، بمب‌گذاری، فرار مغزها، پر شدن زندانها و آباد کردن قبرستانها. 22 بهمن آبروی ملت با آبروی ایران رفت. 22 بهمن ایران رفت، چرا که خدای ایران از ایران رفت. لعنت به روح خمینی، بنیانگذار جمهوری کثیف اشغالگر اسلامی، آن بیمار روانی، بزرگ لبادکاران، و لعنت به روح تمام کسانی که در راه اون بیمار روانی در سراسر جهان، چه در داخل چه در خارج، یک مش تروریست کشته شدن. از سوی ملت بزرگ ایران، از دولتین دوست و همسایه که تا چندی پیش، تا 43 سال پیش با هم در صلح و صفا زندگی میکردیم، از سوی همه ملت ایران پوزش میخوام. این اتفاقاتی که در ترکیه، در عراق، در سوریه، در یمن، عربستان، بحرین، افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، اسرائیل، لبنان، اردن و کشورهای اروپایی، در آرژانتین، در تونس، مراکش، مصر، الجزایر و برخی از کشورهای دیگر جهان که به نام ایران، به نام جمهوری اسلامی ایران شکل میگیره، ما اولا از همه تون پوزش میخوایم، از خانواده هاتون که عزیزانشون رو از دست دادن. ما هیچ دخالتی در این ترورها نداشتیم، نداریم، خودتونم میدونید، دولتاتونم میدونن و همیشه هم
گفتیم و بازم میگیم که ایرانیا، ما ملت ایران با همه جهان در صلح و صفا زندگی کردیم، میکنیم و خواهیم کرد. برای ما یهودی، بهایی، مسلمون، دیگه هندو، بودایی، مسیحی، ارمنی، بت‌پرست، ما با دین هیچ کس هیچ کاری نداریم، ما با نژاد هیچ کس هیچ کاری نداریم، ما با ملیت هیچ کس هیچ کاری نداریم، ما با هیچ کس دعوا نداریم. ما فقط دعوامون با مسلمانان شیعه است که 1400 سال پیش مسلمانان کشور ما رو اشغال کردن و 400 سال پیش شیعیان اشغال رو دو طبقهش کردن. ما با اینا سر جنگ و دعوا داریم و من به ملت بزرگ ایران مطمئن باشید وعده میدم، قول میدم که پیروزی از آن ما خواهد بود. نبرید، ناامید نشید. 22 بهمن طبق تمام گزارشاتی که برای ما اومده و همه تون هم شاهد بودید و ممنونم از همه بچه ها همرزمان عزیزمون، نشون داده شد که ایران همانطور که همه میهن پرستان گفتن که تبدیل بشه به گورستان علی شیره‌ای رهبر معلول الحال و معلول الفکر و معلول همه جا، این مفعول کثیف، این جنایتکار، این آخوند دوزاری بیشعوری که حتی عرضه روز و خونی هم نداره، این بی پدر و مادری که افتخار نوکری کاگب رو داره، ملت ایران، ایران رو تبدیل کرد به قبرستان این بی ناموس و سایر بی ناموس هایی که به عنوان فرماندهان سپاه، ارتش پوشالی جمهوری اسلامی، بسیج و طویله اسلامی و مجلس طویله خبرگان و شورای طویله نگهبان و سایر اراذل اوباش، ملت گورستان رو جلو چشمتون آورد تا چشمتون کور بشه. آبرو که نداشتید حالا دیگه بی آبروتر شدید. حالا مسکو و واشنگتن و پاریس و لندن و برلین و پکن و اینور و اونور بیشتر ازتون باج میگیره. چرا؟ زیرا که دولتی که تکیهش بر ملتش نباشه مجبوره که به این تا این حد خار و ذلیل بشه که رئیس دولتش به نام دروغین رئیس جمهور وقتی وارد مسکو میشه، دونپایه ترین، پایین ترین شخص اون مملکت ازش استقبال بکنه و 43 سال در دنیا یک کدوم از نمایندگان شما در جهان در هیچ مهمانی جشن شرکت نکنید و اجازه بهتون نداد. سفرهای خودتون در خارج از کشور حق دارن سوار ماشین بشن از تو خونه شون برن تو اون طویله که اسمش روشن سفارت و این مسیر رو برگردن. یک مش دزد، تروریست و آدمکش. چشمتون کورشه. آفرین به ملت ایران. مردم ایران، پیروزی امشب رو بهتون تبریک میگم. آفرین. بلایی که به سر فرقه تبهکاران امشب آوردید و به سر دوستانشون در خارج از کشور که توسط لگن فروش دزد، عامل کثیف فرقه تبهکاران، این عامل فساد اخلاقی و مالی که همه رو جمع کرد تا بتونه مردم رو قانع بکنه که 22 بهمن رو بکشه بیاد تو خیابون، از جمله علی تجزیه ناموس فروش که ندارد، شما بلایی به سر اینا آوردین که تو دهنی به اینا زدین که تا ابدالآباد دیگه بلند نمیشن. دمتون گرم. آفرین. اینه که میگم ملت ایران میدونه چجوری بازی ها رو به هم بزنه. بازم بازی ها رو به هم زدید، اما فراموش نکنید این بلایی که امشب بر سر فرقه تبهکاران آوردید، منتظر یک کشیده بزرگ از جمهوری اسلامی باشید. آماده باشید، آماده باشید ملت ایران، آماده باشید. بس دیگه نشستن. از فردا باید تمرین کنیم که به زودی زود یک جمعیت قابل ملاحظه در شهرهای مهم کشورمان به خیابانها بیان. اگر به خیابانها نیایید، من با صراحت بهتون میگم دیگه رو میهن پرستان خارج از کشور روی دلسوزا حساب نکنید. من اینو با صراحت بهتون بگم، حقیقت بهتون بگم، ما هم داریم خسته میشیم. بنابراین امشبمون عالی بود. از فردا همه ایرانیان در تهران، مخصوصا تهران و مشهد و تبریز و اصفهان و اهواز و شیراز و خرم‌آباد و کرمانشاهان و همدان و کرج و قزوین و رضائیه و یزد و کرمان و زاهدان و بندر عباس و سراسر ایران، آماده باشید.
برای نجات کشور، بچه های گیلان و مازندران آماده باشید. ایران در حال سقوط و نابودی کامله. تمام قراردادها رو امضا کرده برای تکه کردن ایران، تمومشون کنیم. مبارزه خاموش بس است، مبارزه در خانه ها بس است. از تو خونه ها بلند میشیم میایم تو خیابونا. مرگ یه بار، شیون یه بار. نترسید، نترسید، با حد اقل تلفات کشور رو باز پس میگیریم. بعد تلافی این 43 سال رو ازشون میکشیم بیرون تو زندان ها. گوش کنید بهتون چی میگم. بریم نگاه کنیم به راهپیمایی پرشکوه 22 بهمن، اشغال ایران آریایی تا چشم کمپوزیسیون خارج از کشور و داخلش تا چشمتون کورشه. ما پیروز شدیم، ما پیروز شدیم، لج انجلس، ما پیروز شدیم. تلویزیون های لج انجلس، رادیو های لج انجلس و لندن جلس، ما پیروز شدیم. علی منقلی، ما پیروز شدیم. حالا برید و اون ابلهی که به خودش میگه استاد دانشگاه و پروفسور اقتصاد، اون نفهم سیامک چیه به خودش میگه من خیلی شجاعم، برید حالا بیارینش هنوز از ماتحت مصدق و بختیار بخوره، حقتونه. و اون احمقی که نشسته تو اون طویلهی که نام پارسو خراب کردن، آبروی لورا رو هم برد، مردی که با اون یه متر و نیم قدش 6 متر زیر زمینه، مردی که بی سواد نفهم. چشمتون کور بشه، پشت گوشتون رو ببینید، ایران رو ببینید. همه تون خائنی، همه تون خیانت کردید به ایران. ایران آریایی ایستاد و ایران آریایی جمهوری اسلامی رو خواهد بود با جاوید شاه. همین ایران آریایی که ملت رو آورد در برابر آرامگاه کوروش بزرگ و ملت فریاد زد ما آریایی هستیم، عرب نمی پرستیم. پاینده باد ایران و جاوید شاه. جناب مهندس شماره یک، لطف موبت بفرمایید گزارش بچه ها از تظاهرات با شکوه. تو بمیری، خیلی با شکوهه. با سلام خدمت دوستان، این جشن پیروزی انقلابه، امروزم 20 بهمنه 1400. این دوستان ما این سن زیبا رو زدن یه چند روزی به نیت اینکه مردم بیان تماشاشون کنن، ولی چون تو این چند روز کسی برای تماشا نیومد، آوردن خلاقیت به خرج دادن و پرچم چیدن به نیتی که اینا مردمن، براشون دارن سرود میخونن و برنامه اجرا میکنن. مشهد به سمت حرم امام رضاست. اینجا دارم به زور میکروفون دست مردم میدم بگم که مرگ بر آمریکا. خدا لعنت کنه، کوچه ها کمال بستن، توی ترافیک سنگین هم گیر کردیم. نگاه کن فقط مردشو رو همه تونم ببرم، آک تو سرتون میشه. اینم از وضعیت 22 بهمن در ارومیه، خیابان امام، هیچ کس نیست. هیچ احدی وجود نداره. آفرین بر ملت ارومیه. Thank you.
سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. بس دیگه علی شیره‌ای، چقدر بهت بخندی. ایران آریایی بلایی به سرت آورد، سنگر ایران آریایی بلایی به سرت آورد علی شیره‌ای، که مجبوری بیای تو توییت تو این ور اون ور بیای بنویسی که تلویزیون‌های خارج از کشور فوته اینا فقط ایران آریاییه، مقصودت ما این. برای همینه که میگم نشستی داری گوش میکنی خودتو اطلاعاتی ها دیدی من علکی بهتون رفت نمیزن هم مثلا بخوام تبلیغ بکنم که تلویزیون های خارج از کشور طوری از پهلوی تعریف میکنن که مثلا خیلی پهلوی پهلوی بوده. دیدی با یه تلویزیونی که ملت کمک کرد چه بلای سرت آوردیم. حالا به دختر اکبر دزده بگو کیلو کیلو پول بفرسته به لگن فروش دزد، صندوق صندوق چمدون چمدون پول آوردید لندن، 100 تا تلویزیون زدی، چی شد؟ ما بردیم. چرا بردیم؟ صداقت. نیومدیم جلو تلویزیون بگیم هر کی یه قیمتی داره منم یه قیمتی دارم. اومدیم گفتیم ما داریم کار میکنیم با بازومون، ملت داره پول میده سنگره نگر میداره. آقای هوشنگ از کانادا، کعبه من پهلویست، درود بر ایران آریایی، تلویزیون ایران آریایی 150 دلار. آقا هوشنگ درود به شرفت، دمت گرم. اینا نگر میدارن سنگرو، چشمتون کور بشه. آقای ایران دوست از طرف سر فرمودن از طرف سرباز وظیفه نیروی ترابری ارتش شاهنشاهی 100 دلار. ایران دوست درود به شرفت سرباز، دمت گرم. ای والا بانوی آریایی با جاوید شاه 200 دلار، درود به شرفت بانوی آریایی. بانو گیتی درود بر کارکنان و همه بچه های ایران آریایی، درود بر شما، دست درد نکنه، با جاوید شاه 50 دلار، دمت گرم بانو گیتی، زنده باشید بچه ها. اسامی دوشنبه و چهارشنبه به دلم ننشست، خیلی تونتون گفتم، یه بارم اونا رو الان سریع بگم کارو ادامه بدیم. بچه محل نوید افکاری 100 دلار، از همه تونم سپاس گذارم. لیلای قاف 30 دلار، اقبالی 50 دلار، سرباز علازه سیروس زاشای دوم پهلوی سوم 101 دلار، فرشید آلبان 5 یورو، بانو اختر 10 یورو، جاوید آریایی 25 دلار، روبرت جان نسار پهلوی از شیکاگو 200 دلار، اهورا از اسرائیل 25 دلار، پدر الی یهودی آریایی از اسرائیل 101 دلار. بعد بریم صفحه 2 تا چشمت کورش لگن فروش دزد. ناشناس به خاطر مهیار کوچولو، ناشناس مهیار برات چیز فرستاده پیام پخشش میکنه 100 دلار، سرباز دور از وطن 50 دلار، ناصر غلامی 15 دلار، به یاد استاد رضا فاضلی 100 دلار، مستر مون 40 دلار، آقای ایوب 54 دلار، آقای نروین تگزاس 100 دلار، بانو مهتاب که خیلی ازت ممنونم لطف کردید برای پایداری نفس رضا احمدی، قربونت برم ممنونتم، 230 دلار، آقای آنتونی شریفی 500 دلار، و بانو پروین بیگلری هم 500 دلار. بچه های چهارشنبه دوشنبه و چهارشنبه بودم، دست گل همتون درد نکنه، خیلی ازتون ممنونم. بچه ها امشب هم بتره کنی، دمتون گرم، زنگ بزنیم جناب مهندس بریم شماره 2 رو نگاه کنیم ببینیم چه بلایی سرمون اومد 22 بهمن. نگاه کنید ملت ایران، شمع روشن کنید، شمع روشن کنید به یاد همه جان باختگانی که برای حفظ تمامیت ارضی کشورشون به سوگندی که به قانون اساسی خورده بودن سوگند یاد کرده بودن برای حفظ کشور، حفظ تاج و تخت، حفظ مملکت، حفظ شاه یعنی حفظ مملکت. مصدقی هم گفتن آقا ارتشیاش رفتن به تاج و تخت قسم خوردن، پس به لنگ مصدق قسم بخورن بی ناموسای بی شرف. تا چشمتون کورشه، 43 سال فوش دادید، 43 سال کتاب چاپ کردید، 43 سال فیلم درست کردید، 43 سال خارج از کشور پدر سوخت بازی در آوردید، یه مش هنرگند ملت سرکار گذاشتن، بعد 43 سال ملت میره چکمه های رضا شاه رو میبوسه،
عکس میگیرن از قطاری که رضا شاه درست کرده، چراغ برداشتن دنبال خدای ایران آریامهر میگردن تا دندتون نر. حالا بیا بشین به اسم پروفسور اقتصاد و مرکه ابله نفهم بیشهور و سایر اراذل اوباش تن لشا. دیدید بهتون گفتم کلاس تربیتی براتون میذارم، حالا یواش یواش یه عدتون دارین آدم میشین، هر کدومتون آدم میشین لیست میکشمتون بیرون، کاری به کارتون ندارم، پررویی بکنی با کشیده میذارم، با کفگرگی میذارم تو دهنتون که دندونتون بره تو حلقتون. اینجوری باید با شما بی پدر و مادر حرف زدم، آدمتون میکنم، تربیتتون میکنم. اگه من ساربونم میدونم این برام شطور رو کجا بخوابونم. جناب مهندس برین تو شماره دو، دست درد نکنه. این درجه دا... مورد تشکر و این درجه دارها، همافرها، افسرهای نیروی هوایی، اینها همه مورد تشکر و تمجید ما هستند. و به اینهایی که متصل نشدند میگیم که متصل بشید به اینها، رها بکنید این را، خیال نکنید که اگر رها کردید ما میایم شما را به دار میزنیم. این چیزایی که شماها یا کسان دیگر درست کردن و الا این همافرها و این درجادارها و این افسرها که آمدن و متصل شدن، ما با کمال عزت و سعادت اونها را حفظ میکنیم و ما میخواهیم که مملکت مملکت قوی باشد. ما نمیخواهیم نظام را به هم بزنیم، ما میخواهیم نظام محفوظ باشد، لیکن نظام در خدمت ملت. بسم الله المنتقم. اطلاعیه: در روز پنجشنبه 26/11/57 دادگاه فوق‌العاده انقلابی تشکیل جلسه داد و اولین گروه از جنایتکاران مرکب از نصیری رئیس سابق سواک و مهدی رحیمی فرماندار نظامی تهران، رضا ناجی فرماندار نظامی اصفهان، خسروداد فرمانده هوانیوز را که همه آنها توسط نیروهای مسلح انقلاب اسلامی دستگیر شده بودند محاکمه نمود و آنان را به اتهام شکنجه و کشتار مردم و خیانت به کشور و همچنین به عنوان مفسد فی الارض مجرم شناخته و بر اساس موازین و مقررات اسلامی به مرگ و مصادره اموال محکوم نمود.
سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی و به یاد همه زنان و مردانی که ایستادن تا ایران بمانه. من همیشه تو 22 بهمن گفتم، بازم میگم، به خانواده بازماندگان ضمن تسلیه به همه تون قول میدیم ما نمیذاریم خون اون نظامی ها و غیر نظامی ها پایمال بشه. مطمئن باشیم. و متاسفم برای برخی از فرزندان این نظامی ها، به ویژه در سطح عمرای ارتش، که ساکت نشستن، مهم نیست به چه دلیلی ساکت نشستن و حتی بعضی هاتون جذب جمهوری اسلامی شدید، رفتید و اومدید و کارخونه زدید این ور اون ور. شما پا گذاشتین تو خون پدرانتون. من اگه پدرم اعدام میشد، به هر درجه از امیر ارتش و درجه‌دار، محال بود ساکت بشین. محال بود. متاسفم براتون. جناب مهندس، بانو هنگامه فرمودن سپاس از تلویزیون سنگر ایران آریایی. خیلی ازت ممنونم بانو هنگامه عزیز ما از کانادا، $40. خیلی ازت سپاس گذارم. بچه‌ها زنگ بزنید دستتون درد بکنه. جناب مهندس شماره 3، الان یه توضیح هم بدم تا جناب مهندس 3 رو آماده کنه. این کلیپی که الان براتون پخش میشه رو نگاه کنید، چون اینا تو دنیای مجازی میبینید ولی باید تلویزیون ابعاد وسیع تری داره که همه ببینن. ببینید، شهریور 1320 تا 1357 میشه 37 سال. 1320 ایران توسط روس و انگلیس و امریکا اشغال میشه. عبد امریکا نه، ارتش امریکا نیومد، روس و انگلیس ارتشاشون از جنوب و شمال به ما حمله کرد، ناجوان مردانه، با اینکه ما اعلام بی‌طرفی کرده بود. 37 سال بعد اون پادشاهی که کشورش اشغال شده بود، سران همه این کشورها رو آورد تو ایران، تاج گل گذاشتن روی آرامگاه رضا شاه بزرگ، ادای احترام کرد. انگلیس ها فهمیدن، روسا میدونستن، تموم شد، شاه تثبیت شد، کاری دیگه نمیتونیم باش بکنه. چند بار میخواستن ترورش کنن تو دانشگاه، تو کاخ، همش کاری تو دیا بود و بمبگذاری کردن، اذیت کردن، یه جوری میخواستن شاه رو از بین ببرن، نمیشه. بخاطر این باش کنار اومدن، برژنف کنار اومد. انگلیس ها پیش خودشون این حساب رو کردن، خیلی موزیان این انگلیس ها، که بعد 37 سال اون شاه جوانی که ما کشورش رو اشغال کردیم امروز میاد به ما وام میده در عرض 30 سال، 3 دهه، این 3 دهه دیگه میخواد چی کار کنه؟ خودش و بعد پسرش. نذارید دیگه بمونه. انگلیس میدونست شاه یه فرصت 4-5 ساله میخواست که اون جریان برنامه 4 دولت یا برنامه 5 دولت پیاده بشه. اون برنامه پیاده شده بود، تموم بود کار. یعنی نسل من، نسل پسرش، والا حضرت ولایت عهد وقت، ما وارد دانشگاه ها شده بود. هیچ پیوندی دیگه ما با مصدق و خمینی و طیب و حاج رضایی و 15 خرداد و 32 نداشتیم. ما چشم باز کرده بودیم، ایران رنگی رو دیده بودیم. دیسکو، سینما، تفریح، استودیوم آریامر، میدون شهیاد، دانشگاه، کاباره، دانشکده، نمیدونم کارخانجات، اتوبان. ما اسب و الاغ و یابو ندیده بودیم، درشکه ندیده بودیم. ما اتوبوس 2 طبقه دیده بودیم، هواپیما دیده بودیم و ما تمدن رو دیدیم، پیشرفت رو دیدیم، مدارس مجانی رو دیدیم، تغذیه رایگان رو دیدیم، معلم ها و دبیر ها و چه زن چه مرد با دامن و با کت و شلوار و کراوات، ما تمدن رو دیدیم. انسانی هم که تمدن رو ببینه نمیره سوار الاغی که خمینی براش آورده بشه، نمیره سوار پالون کاشانی و مصدق و همین اراذل، نمیره کلاه پشمی صمد بهرنگی رو بذاره رو سرش، نمیره بگه جهان پهلوان تختی. تو این بازی ها ما نمیرفتیم. واسه خاطر همینه که از سال 1355 یه عده اومدن که سینما ایران رو بهش بگن موج نو، که بعد فیلم برامون بسازن که مثلا
ما از اون حالت فیلمای کلاه مخملی بیرون بیایم، بعد بریم تو فیلم ماهی ها در خاک میمیرن که یه جوری دیگه کشور رو زیر آبشو بزنن، با یاران علفهای هرز که پای مهراب شاروخی عمو مهرابم بکشن تو بازی، که حالا اون آدما اون جونورایی که این فیلمو ساختن حالا پاس جمهوری اسلامی میزن جلوشو، میگن بیا ایران، میخوام برات، میخوام تو رو بیاریم اینجا، میخوام یه سریال درست کنیم، بعد کتاب چاپ بکنم بر علی شاهتوق اشرف پهلوی، و بعد تو لجنجرس به اینا برنامه بدم و خودشون صاحب تلویزیون بشن و بچینن بغل حمید پاینداز. برنامه ریزی انگلیس عالی بود. من وقتی به شما میگم این یارو که شطرنج براتون میخونه اینا مهرن، میدونم تو مختون نمیره، مجبورم بگم ثبت بشه تو تاریخ بمونه. 22 بهمن مگه نیست؟ چرا؟ کدوم هنرمند ایرانی یه دونه اعلامیه داد بیرون؟ اگه داده برای منم بفرستین تو تلگرام، من میام پخش میکنم هر کدومشون. مگه 22 بهمن فقط برای من عزاه؟ شما که بیشتر باید عزا بگیرید، میامی، باکارا، لگولوس، دیگه کابارهای دیگه، شکوفه نو، لاله‌زار، شمال، جنوب، کابار جزیره، همه تعطیل شد دیگه. البته براتون مهم نبود چون جمهوری اسلامی براتون اینا رو تو لس آنجلس باز کرد، تو لجنجلس، واسه خاطر همینی که موج و پرسا تو کالیفرنیا، چون میخواست یه جمعیت 1 میلیونی رو بیاره تو کالیفرنیا که شما بی آب و علوفه نمونید. چرا؟ چون کارتون داشت. وقتی یارو میاد میگه که هر کی یه قیمتی داره منم یه قیمتی دارم، یعنی چی؟ یعنی یه چک میزنن جلوش 1 میلیون دلار، دیگه زر نزن، فوش بده به جمهوری اسلامی، هر چی میخوای بگو، فقط خط قرمز رضا پهلویه، تو بازی اون نرو، اگر رفی باید بزنیدش. چاش مخلص نمازم میزنه، وقتی هم بخرنت دیگه نمیتونی، دیگه نمیتونی بکشی کنار. بگیرید این حرفا رو، سر تیتروار بهتون میگم، به شما نسل جوان، اینا رو برای همسن و سالهای خودم نمیگم، برای نسل گذشته نمیگم، اینا رو دارم برای زیر 40 سال میگم، من با زیر 40 سال کار دارم. جناب مهندس لطف و محبت بفرمایید، شماره 3 رو ممنونتون.
سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. عظمت رو دیدی؟ مهربانی مرد رو دیدی؟ دنیا در برابرش تعظیم کرد، خودش در برابر ملتش سر تعظیم فرود آورد. اعلی حضرت رو در تمام عکساش، فیلماش نگاه کنید، در برابر هیچ کس جز در برابر ملتش سر تعظیم فرود نیاورد. سرشو یکم پایین می آورد، ادای احترام میکرد به ملتش. تا کفن نشود این وطن وطن نشود. هیچ کس تو دنیا دیگه برای ما تره خورد نمی کنه. سفیر انگلیس، سفیر روسیه در ایران میره در برابر مجسمه کسی تعظیم میکنه که قرارداد ننگینامه ترکمنچای گلستان رو به ملت ایران تحمیل کرد. حقارت تا کجا بره؟ حقارت دیگه یعنی چی؟ میگم، من حرفامو میزنم، چشممون کور. خلایق آنچه لایق، خلایق ما ملت ایران همین دولته. چرا؟ چون نشستیم کنج خونه هامون. چرا دروغ بگم؟ ملت بزرگ ایران در یه بخش آیلاویو، اون بخش تنبلی کتک داره بدون تعارف. از من بدتون میاد، بدتون بیاد، کار خوب ایوالله داره، کار بد باید وایسی جلوش، تمومشون کنید بچه ها. هیچ کس بهتون کمک نمیکنه. هدف تمام نقشه رو دارن سانتیمتر به سانتیمتر میبرن جلو. هدف همونیه که من بهتون گفتم، هدف تجزیه کشوره. به خاطر همینه که آبرو خوزستان قطع میکنه، رود کارون و اون بلا رو سدش میارن، اصفهان رو اینجوری میکنن، کردستان رو 43 سال تحریم کردن، به خاک و خون کشیدن، سیستان و بلوچستان حالا بهتون نشون میدم ببینید به چه فضاحتی دارن زندگی میکنن. احتیاجی نیست من بهتون میگم، خودتون میدونید. استان کرمان و یزد ببین چی شد. خراسان رو تیکه پارش کردن، خراسان شمالی، جنوبی، رضوی، تزوی، بی پدر و مادر. استان مازندران چیکار؟ گلستان. اصلا چرت و پرت. تفرقه بینداز، حکومت بکن. این بلا رو سرتون آوردن که آملی چاقو بکشه واسه بابولی، بابولی چاقو بکشه واسه شهر شاهی، شاهی قمه بکشه واسه ساری، ساری قمه بکشه واسه گرگان، گرگان چاقو بکشه واسه قوچان. همین کارو تو تهران کرد. بعد میگن چرا تهران بلند نمیشه؟ تهران یک دست نیست که بلند شه. غرب تهران، همه بچهای غرب تهران هم دیگه رو میشناختن، بچهای شرق هم دیگه رو میشناختن. الان همینطور ریختن تو تهران، معلوم نیست کی به کیه. اصلا معلوم اینا کیان؟ هر چی قربتیه ریخته تو تهران، از افغانستان و پاکستان و نمیدونم ازگلستان و فشارستان و همینطوری ترکمون زدن تو شهر، تا رو کوه هم تو خونه ساختن. بعد میگن چرا برف نمیاد؟ برف چجوری بیا؟ نفس دیگه نمیتونید بکشی. کیپ تا کیپ ماشین وایساده، حتی 5 ساعت 10 ساعت تو ترافیک وایساده. بشین تو خونه، میل خودتون. سرباز دور از وطن، درود بر ایران آریایی و سپاس از ایرانیانی که در منزل نشستن. $100 درود به شرفت سرباز دور از وطن. آقای فرامرز با جاوید شاه $60 سپاس از شما آقا فرامرز گل، دستت درد نکنه. عرضم به حضور آقا اسد عزیز ما هم از آلمان $25 با جاوید شاه، دستت درد نکنه آقا اسد گل. بانو گیتی هم که عرض کردم $50 50 تا دیگه هم لطف کردن شد $100 فرمودن که عرض کنم برای جانباختگان راه ایران و ارتشیان. خیلی ازت ممنونم بانو گیتی عزیز، لطف و محبت کردی. بچه ها زنگ بزنید، دمتون گرم. جناب مهندس شماره خوب دستاوردهای علی شیره‌ای، میخوام دستاورداتو نشونت بدم. تن لشه آشکان مردشون قیافته ببرن که واقعا سرتو باید از بدنتو جدا بکنن به خاطر اون ریشات. نه که ما میخوایم سر بزنیم، ما داعش نیستیم، ازت میخوام اون ریشات قشنگ دستشویی ها رو تمیز بکنی. تو بمیری بهتم میاد. کفنت کردم اگه دروغ بگم، حیف کفن. تو پهن پیچیدم دادم برام شطورم پهن مالونت کرده به جای نمد مالون. جناب مهندس لطف و محبت بفرمایید شماره 4 رو نشون بدید. همیهنان عزیز یادتون میاد چی بهتون گفتم؟ گفتم تو خونه های خودتون، این جملمه، تو خونه های خودتون امنیت نخواهید داشت تا تو خونه هاتون مسلح میاد. اینو من نگاه کردم خیال کردم تگزاسه، نه تهرانه، تهران خودمونه. بله این امنیت اسلامی ما نست، این کشور اسلامی ما نست که اون بیناموس گفت، میگفت چی؟ ما
آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. دلخوش به این مقدار نباشی، آنها حرف میزنند، ما عمل میکنیم. معنویات شما را بردن، اسلام برای شما معنویات میارد، خیلی بد جوری هم میارد، بطول هم میارد. حقمونه. ملتی که 2000 مادر بزرگ و پدر و بزرگای ما یک قرون 2000 میدادن به آخوند، قیمت یک قرون 2000 شد 5000، 7000، 8000، 1 تومن، 15000، 2 تومن، همینطور اومد بالا. این 2 تومن بچه ها، نه 2 تومن که شما میگین، 21 قرونی 20 ریال خب شد 25000. همینطوری بیا جلو بیا جلو، آخراش گنده گنده هاشون، همین که با صدقه بزرگ شده سید کاظم شریعت مداری، اون 50 ریالی بود، 5 تومنی بود، مثلا گرون بود. آره 5 تومن، 15 تومن، 10 تومن اینجوری میگرفت. خب ملتی که به اینا داشت صدقه میداد، پول میداد که این مردی که بیاد تو خونه بره بالا منبر، مردم هم اینقدر دل خوشی زده و زیر دلشون، خودشون میگفتن دیگه معصیت داره، اینقدر میخندید. میشینیم مثلا یارو هم میره بالا، رقیه ای چه بدونم زینبی، فاتی، اقدسی، صغرایی، کبرا، یکی از اینا رو اصلا معلوم اینه کیان، بدبختا. من دلم با اون زنا میسوزه، اون بیچاره من، مثلا کسی که بشه زن اون یارو چیزه مولای متفقین، کسی که بشه زن اون یارو حسین، کسی که بشه زن اون یارو گرفت و غار. خب تو که ببین اونا چقدر بدبخت بودن، مادر مردا چقدر بیلیت اونا چقدر بد برده. خب بعد این بره بالای منبر بگه که رقیه را بردن، آی فاطمه را رای در گذاشتم. کدوم در؟ دری در کار نبوده، اصلا خونه‌ای در کار نبوده، فلون فلون شده تو قبیله قریش، پرده آویزون بوده. کدوم در؟ پهلوی مبارک را شکافتن. پهلوی چی رو شکافتن؟ من می‌خواستن عمل جراحیش بکنن. چرا داری برد برد میگه؟ ملتم خوشش میومد، میگه میشیم ننه. مادر بزرگ من شاکی بوده، بابا بزرگ به خاطر اینکه هیچ بهانه‌ای نداشت گریه بکنه مرگ رو دعوت میکنه، میگه بشیم گریه کنیم. یه دم همسن و سال خودش و آجیل مشکل کشا، ما ایران هم علی حرفای میگه، اون مرد که زهر میزن اینا داشتن غیبت میکردن. همین ملتی که این مردی که رو خودشون پول دادن کردنش بالا منبر، همین مردی که رو بردن گوشش تو کره ما. به حال این ملت باید چه کار کرد؟ چجوری باید گریز؟ حالا برین از بالا منبر بکشیم بیارنش پایین. خلایق اون چلایق. پس لیاقت هر ملتی حکومتشه. آقا ما خواستیم اینا بیان، چرا خمینی رو به ترکیه تحمیل نکردن؟ چرا ترکا که خیلی مسلمون تر از این، شما تو ترکیه جرأت داری به اسلام بگو بالا چش دبرو، وسط استانبول از وسط نصفت میکنن همین ترکا، ضمن اینکه مشروبشون هم میخورن و زناشون هم بیهجابن. ولی متاسفم خیلی ترکا متاسفم، من باشون کار میکنم، خیلی رو اسلام متاسفم، نماز میخونن روزه می. هنوز تو آلمان 10 تا ترک توی شهر باشه مسجد داره. چرا خمینی رو نبردن برای ترکا؟ چرا خمینی رو نبردن برای عراق؟ عراق که جمعیت شیعه هم داره. چرا خمینی رو برای اردن هاشمی نبردن؟ اصلا اسمش روشه اردن، یا هاشمی هم گوشن تنگش که این بشه ارزش، این هم بشه درزش. چرا نبردن؟ چرا خمینی رو نبردن برای پاکستان؟ دانشجوی پاکستانی شعورش بیشتر از دانشجوی ایرانی. من اینو با سند بهتون ثابت میکنم. دانشجویان پاکستانی در پیشاور، در اسلام آباد، در کراچی، در شهرهای مختلفش، راولپندی و این بر اون ور، این دانشجوهاش، حتی هندی ها، دانشجوهای هندی من به چشم دیدم تو هند، دانشجوهاشون باشورترن، سیاسی تر از دانشجوهای ایرانی هن. دانشجوهای ایرانی فقط لب و دهن بودن، فقط بتونن لباس بپوشه قرتی بازی و مو بلند بکنن و دست دخترم بگیرن پیش اونای دیگه چوسی بیان که من دوست دختر دارم، مینی ماینرم من بیرون پارکه، یا بابا جونم الان با کدیلاک میاد منو میبره. سواد هیچی. اگر داشتن دم سینما کاپری صف نمیکشیدن برن فریاد زیرا ببینن، اگر داشتن نمیرفتن با ماهیا در خاک میمیرن گریه کنن که بیاد ملت ایران اونطوری بهمون نشون بده، اگر دانشجو ایرانی سواد داشت نمیرفت با فیلم گوزنا سیاسی بشه، اگه دانشجوی ایرانی سواد داشت، اگه استاد ایرانی سواد داشت، دانشجو رو تحریک نمیکرد که بگه برین تو خیابونا، برین دم سینما کاپری صف بکشین، دم فلان سینما صف بکشین، برین فیلم خاک رو نگاه کنین، برین فیلم یاران رو نگاه کنین. اگه دانشجوی ایرانی سواد داشت با علفهای هرز به هرزگی کشیده نمیشد که واقعا خیال کنه جامعه ایران اینقدر هرز است که اون ابله و اول فیلم از تو سطل آشغال بکشنش بیرون اسمش هم بذارن رضا. چرا تو همه فیلما اسم زنای اون کارا رو میذاشتن اشرف، اسم مرد دوزن میذاشتن رضا؟ چرا؟
مگه ما تو ایران اسم زن دیگه نداشتیم؟ چرا فقط اشرف؟ چرا فقط رضا که بهش میگن رضا دزده؟ چرا؟ شعور پایین بود. اگه شعور داشتین تو دانشگاه تهران بلند میشد اعتراض میکردین. چرا اسم فیلم باید بشه رضا؟ بعد اسم کسی که قهرمان فیلم فقط باید بشه علی. مردشون رو قیافه خودتون و علیتون رو ببرن. شعور پایین بود. همون دانشجوی دیروز که امروز شده 63-64 سالش میره زیر علم کسی نمیزنه. حشمت تیخکش که تمام هیکلش منزی یه آفتابه ارزش نداره. که انقدر به اون حقارت برسید که معصوم قومی بیاد و شاهنامه رو به مسخره براتون بکشه. و کسی که ادعا میکنه در واشنگتن چه کار است، این زنکه رو دعوت کنه برای سخنرانی، سرمو برای به کجا بکوبم؟ حقارت دیگه به چی میگم؟ چجوری با شعوری ملت باید بازی کنم؟ چطور آلمانی رو نمیتونم با فیلم گوزنا سیاسی بکنم؟ چطور آلمانی رو نمیتونم بکشم ببرن علفای هرز بهش نشون بدن؟ بنیاد اون سینما رو از بیخوبون میکنن؟ چون شعور داره ملتش. ما شعور رو از همون گرفتن. چجوری از همون گرفتن؟ تو خیابونا با غمزنی، با التماس کردن به حسین، به آرمانهای حسین، که بعد در تهران، در ایران شاهنشاهی بیان حسینی ارشاد برامون بزنن، چی بره سخنرانی بکنه؟ علی شریعتی مورفینی بود، کارش هروئین گذاشته بود. و بعد جوون ایرانی، دانشجوی ایرانی بره بشینه اونجا، عینک دودی هم بزنه اینجوری لاغر بشینه اون تو، یه ساعت سیکان بذاره که دور مچش داره میچرخه، بعد بیاد بیرون قیافش هم اینطوری بکنه، عینک هم بزنه مثل این یارو که برامون سریال طلاق درست میکرد، مردی کرد میاردن تو تلویزیون میگفتن نصرت الله کریمی استاد خدا رحمتش کنه، گفت آقای فلانی خوش اومدید، خیلی ممنون مرسی، انگار طلب باباشو میخواد مردی که، بعد حالا تو طویله راه میندازن تو لجنجرس به اسم رادیو، بعد هنوز نشستن دارن زر زیادی میزنن، خانه از پایبست ویران است. شعور رو ازمون گرفتن. من شعورم و شوهر ندادم، اصلا 15 سالگی شوهر ندادم. فیلم مهدی پاشنه طلا رو میرفتم میدیدم، اما نمیرفتم علاف فریاسی راه بشم، میرفتم شازده خانوم ستار رو گوش میکردم، اما نمیرفتم برادر جان رو گوش کنم. 15 سالم بود. چرا؟ چون تو خونه درست تربیت شده بودم، از تو خونه کار خراب بود. پدر من هیچ وقت نگفت کسی زنگ میزنه بگو بابا نیست، چون بابام بود. دروغ و نهادینه کردن تو وجود ما. خانه از پایبست ویران است. من اینا رو برای زیر 40 سال میگم که مثل من گول نخورید، که برید علاف فریدون فروغی بشید، که علاف فرهاد بشید، که بگید جمعه ها خونجای بارون میچکه با صدای بی صدا مثل یه مرد بلند، که بیام براتون رضا موتوری درست کنم. علاف نشی شما جوانای این نسل، باز شعورتون رو بالا ببرید. علاف دنیا مجازی شدید، معصوم قومی اینو گفت، نه کسی نیستن، عددی نیستن، پشکلی نیستن اینا. همیشه سعی کنید اون بالا وایسید، از بالا به مسائل نگاه کنید، خودتون رو همقدر اینا نکنید. اینا کسی نیستن، اینا پشتشون اطلاعات خوابیده. این یارو شرم‌آور. آخه این چه پخیه که شما بشین راجع به این مثلا چند سال راجع به مرکز صحبت کنه؟ اینا رو اینا دم دمپایی دم توالت هم نمیشن، باید با اینا روپایی بازی کنی، نه که باشون وارد بحث بشین. آقا داره شاهنامه رو مسخره می‌کنه، این چه پخیه که با شاهنامه مسخره کنه؟ اصلا سوادش نیست. خودش داره میگه در 14 سالگی تو تویله رین تن تن. دیگه ما ایرانی هستیم، ما که می‌دونیم یه دختر تو 14 سالگی تو تویله آره یعنی چی؟ او شواستون جمع کنید بچه‌ها. هسته دیگه. جناب مهندس لطف محمد بفرمی شماره 4، امنیت در جمهوری اسلامی، اسلام شیعیان کلاتون رو بذارین بالاتر، بهتونم میاد. النا لوستر رو خاموش کن سری بچم بسات، بیا بیا بودو بیا بسات، تیراندازیه به خدا، یه دزدیه، بیا دارم فیلم میگیرم، همین بسات مواظب با چور خدا بسات، بسات نبینت بزنت.
پلاکو بردار. کجا؟ جاسبا سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. خانم آقایون، این تهران ها در زمان رضا شاه بزرگ خوندیم همه تو تاریخ، عدم امنیت در شهرها، کسی از شهرها اصلا بیرون میرفت راهزنا میگرفتنش، قاجاریه برگشت. یادتونه بهتون چی گفتم؟ جمهوری اشغالگر اسلامی یعنی دنباله قجر. الان ایران رضا شاه میخواد، ما الان دقیقاً باید، ما الان ستارخان میخوایم، باقرخان میخوایم، رضا شاه بزرگ میخوایم، یپریمخان ارمنی میخوایم، اسعد بختیاری میخوایم، بی بی بختیاری میخوایم. قشنگ تاریخ برگشته سر جاش. حالا مومن، همه این اسامی هم که گفتم داریم، نه که نداریم، داریم. کجان؟ منتظرن. منتظر چی؟ منتظر یه حرکت از سوی شما ملت. چون شما مردم تو تبریز تکون خوردین که ستارخان دست به اسلحه شد. ستارخان دست به اسلحه نشد تا تبریز تکون نخورد. انجمن رو شما درست کردین، انجمن تبریز رو درست کردین، انجمن آذریا. تهران انجمن درست کرد، ایل بختیاری انجمن درست کرد، قشقایان انجمن درست کردن، لورا انجمن درست کردن، بله، گیلکی ها همینطور، مازنی ها همینطور. حالا انجمن درست کردن، نشستن پای تلویزیون، اینا هم نشنا خارج از کشور. ای دلگای آشقی یای به یه من قلب همین هنالا گفتگو میکنی امشب مهندس بیا بره اینه با خوارم. من چقدر باید بیشعور به علاوه احمق ضرب در نفهم مساویست با یه طویل نفهم باشم که منتظر باشم یه عراضه رو باش من از خارج از کشور نجات بده. خودم عرض کردم و همه شما آیم تیبل، من وضعیتم یور تیبل. بله بریم تو اصابی زو. همشهری امیر کبیر 20 دلار لعنت بر خمینی جاوید شاه، درود به شرف همشهری امیر کبیر، ایوالا لعنت به روح خمینی، لعنت به اون کفنش، دمت گرم همشهری امیر کبیر. بانو ستاره عزیز ما هم از اروپا 100 دلار، دستت درد نکنه بانو ستاره عزیز از اروپا با جاوید شاه، خیلی ازت ممنونم. عرضم به حضور شما مومن، آقای بردیام لطف و محبت کرد با سپاس از ایران آریایی و جاوید شاه 50 دلار، دستت درد نکنه بردیای عزیز ما، خیلی ازتون ممنونم. بچه زنگ بزنید زو، ملاحظه کردی امنیت دیدی؟ علی شیره‌ای
یه طویله نفهم میخواستم بگم خردم حیف خرد امنیتی نیروهای انتظامی کلاهاتونو بذاری بالاتر تو میری بهتونم میا تهران ها. حالا ببین مثلا تو سقز بانه بیجار مثلا فرض بفرمایید روستاهای اطراف مثلا شیراز اصفهان همدان تبریز روستاهای توی شما ببین اونجاها چه خبره. این تازه تهرانه. بعد این خانومه که اون بالا جیگر کرده داره فیلم برداری میکنه و جیگر میخواد یه تیر هوایی ما خورد توش پنجره. این امنیت جمهوری اسلامیه. در زمان شاهنشاه آریامهر خانم آقایون بنده این بوز اینم دوز بنده با مادرم پدرم رفتیم کاباره ساعت مثلا 3 و 4 صبح خدا گواه 3 و 4 صبح از میامی اومدیم بیرون. هیچ وقت هم یادم نمیره زنده یاد رامش مامی یارو مرد که فریدون فروغی هم داشتن از در پشت می اومدن. پدر منم که انقدر خورده بود که بد جوری خورده بود مادر رانندگی میکرد. وقتی اومدیم بیاین ماشین ما پنچر بود پنچر شده بود. حالا پنچرش کردن پنچر شده بود ولی پنچرش کرده بودن همین تروریست های مجاهد همین کمونیست ها می اومدن ماشین های مردم رو که دم کاباره ها بودن دم سینما ها بودن مردم داشتن تفریح میکردن پنچر میکردن به شرف هم سوگن اینا میکردن. همینطوری که میرفتن تو تلفن عمومی ها ادرار میکردن شیشه ها رو میشکستن همین مجاهدین همین مصدقی ها تو خونه تیمی ها میشستن میگفتن آقا امشب حمله کنیم به تلفن عمومی ها یهو فردا میگه ای 150 تا 200 تا تلفن عمومی مثلا تو منطقه خیابون شاه شیشه ها شکسته بعد کسافت کاری کردن تو قبر خمینی تو تلفن ها با تیغ میکشیدن روی چیزای اتوبوس صندلی اتوبوس هیچ کس این کارو نمیکرد اینا میکردن اینا میکردن ناودونا رو میکندن صندوق پستا رو میکندن. حالا کار ندارم میخوام چیز دیگه بهتون بگم. ما موندیم و خلاصه من بچه بودم که من نمیتونیم پنچری بگیریم اینا همینطوری این دست اون دست کردن ماشین کلانتری از بالا داشت خیابون پهلوی بالا داشت میومد به خدا قسم بدونی که ما دست نگرد داریم وایساد اومد پنچری ماشین ما رو گرفتن زاپاس رو دادن پنچری گرفتن پشت سر ما اومدن تا ما رسیدیم دم خونه احترام گذاشتن کاری امری چیزی نه ما رفتیم خونه. این امنیت بود این نیروی انتظامی بود این شهربانی بود افسر و پاسبون و درجه دار تو ماشین خدا شاهده ما تو خیابون پاسبون میدیدیم احساس قدرت میکردیم احساس امنیت میکردیم کمیته چی میدیدیم بعد شد پاسدار و بسیجی و الان نیروهای انتظامی میلرزیم. یه چیزی براتون بخش کردم یه آقای گو آقا من هی میگن مسئولین من از مسئولین میترسم. من هویدا رو میدیدم کیف میکردم نمایندگان دولت چی میدیدم کیف میکردم احساس قدرت میکردم. حالا اینا میگن مسئولی مثلا ریشری رو میبینید میترسی ابرام قاتل رو میبینید میترسی اصلا ما اینا میترسیم چرا چون قاتلن آدم کشن. نیروی انتظامیشون رو میبینید با اون کلاها دیدی که چه لبه ای هم داره مثل آبنون طرح جمهوری اسلامیه اون بزنید بالاتر بهتونم میاد. ما اونا رو میبینیم تو خیابون میترسیم ازشون چرا آدم کشن اصلا میکنید تخ بده تو مخت. چقدر فیلم نشون دادی تو خیابون زدن بچه‌های مردم رو کشتن کی کاری بهشون کنه هیچی میگه دوز بود اصلا بهش اصله ده که تو بکشی این اصلا اومده بکشن. جمهوری اسلامی فقط برای این اومده بکشه تخریب کنه. اینا به دستور انگلیس بهشون دستور دادن گفتن فقط ایرانی ها رو بکشید. اینا اومده برای نسل کشی اینا میخوان نسل ایرانی و یهودی رو از تو دنیا ببرن. به خدا اگر جمهوری اسلامی هیچ هدف دیگه داشته باشه اینا میخوان نسل آریا و نسل یهودی ها رو تو دنیا از بین ببرن ریشه‌شو بکنن. حالا چه هیزم تری این دو قوم به اینا فروختن دیگه اونو باید بریم از تو تاریخ بکشیم بیرون. حالا ما چه بلایی به این شیعیان چه چیزی شیاف وحدت به اینا فرو کردیم چه چیزی به اینا فرو کردیم معلوم نیست. خداییش دروغ شده بگیم این چیزش این امنیت شهرها. بریم تو مدارس جناب مهندس پنج و لطف موبت بفرمین مدرسه ها رو نگاه کنیم بله پنج و لطف موبت بفرمین الان هوا نسبتا خوبه ولی زمستان به نظر شما این دانش آموز با این سن کوچیکش من میتونم اینو بیرون بذارم مثلا بشینه بیرون درس بخونه اساسا زیرانداز ندارن دانش آموزای من که روش بشینن تو خاکا
اصلا کفشی، لباس خوبی، کیفی، لوازم تحریر اصلا هیچی ندارم. ما اصلا نمیتونیم از امسال پایه اولمون تدریس کنیم، به خصوص ریاضیشو. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. بانو پروین قفاری عزیز ما هم از لس آنجلس با درود به روان پاک اعلی حضرتین جاوید، خدایگان، آریامهر بزرگ، رضا شاه بزرگ، با جاوید شاه $20 دستت درد نکنه پروین قفاری عزیز ما، خیلی ازت ممنونم. بانو رعنای نوجوان از ترکیه با جاوید شاه $100 دستت درد نکنه رعنای نوجوان، خیلی ازت ممنونم. درد و بلات بخوره وسط کاسه سر هر چی نوجوان بسیجیست، حیف درد و بلا. دیدید خانم آقایون، اعلی حضرت به ما تقضیه رایگان داد، مدارس 50 تو هر کلاس 50 تایی تبدیل شدیم به 20-25 نفر، کتاب شریعت و دینی رو ازمون گرفت، بهمون کتاب حرفه و فن و ریاضی و ورزش و سرود و اردوگاه رامسر و اردوگاه نمیدونم منظریه و شیر و خورشید و پیشاهنگی و توماچ بکن مماچ بکن و دخترها با مینیجوب و آقا پسرها با شورت کوتاه و جوراب و شدون مثل محصلای اروپای انگلیسی، همه تره تمیز و با کفش الفانت شروع و حال بکن و جاکت تمیز و کت تمیز و به خدا قسم همه مرزهای دولتی رفتن، به خدا قسم اگه یکی گرسنه بود، به خدا قسم اگه کسی پاکونه کسی رو میدزدید، مداتراش کسی رو میدزدید، خودکار کسی دونی یک قرون دوزار بود. بعضی موقع تو این کشوها پر چیز بود، پر پاکون و خودکار اینا، یادم میره ببریم میرفت تو خودمون گفتیم گم کردیم، 5000 پدره به ما میداد میرفتیم نیم کیلو خودکار میخریدیم، خدا شاهد ارزونی بود. دفتر دونی 2 قرون 3 قرون بود، دفتر 40 بر 5 ریال بود، کتاب مجانی بهمون میدادن، خط کش میخریدیم 1 قرون، خود پاکون میخریدیم 2000، همش 1 قرون 2000 و 3000 بود. اصلا پدر مادر ما متوجه نشدن ما چجوری رفتیم مدرسه و چجوری اومدیم، یه موز بهمون میدادن، شیر بهمون میدادن، مربا بهمون میدادن، کره بهمون نمیخوردیم، داد برد میکردیم بیرون، اینقدر دلمون سیر بود، سیب بهمون میزن بنزه کله گاو، پرتغال بخور همش بخور بخور بود، همش اشغال بود، بعد بی‌ناموسا میشستن فیلم واسه اون میساختن، اون یارو مهرجویی اون عرازل اوباش فیلم برای اون میساختن، برای اون فیلم گاف میساختن، فیلم پوسچی میساختن، رگبار میساختن برای اون آقای حالو میساختن برای اون، بعد یارو میاد میگه بشه تابید بشه تابید، امشب و همه شب کلفت پررو یا خشم هیتلر، آخه چیز چه ربطی به شقیقه داره؟ بعد فرامرز غریبی ها میشد چریک، بعد احمد شاملو میشه زر میزن، هپولی مون کردن، نامرد کشو مون کردن این نامرد ها. جناب مهندس لطف موقعیت بفرمایید پیام بچه هایی که نقاشی میکشن، دیدی چجوری با سنگ میزدن به دک و پوز عکس خمینی، منتها چون تصویر بچه ها رو من نمیخوام پخش کنم پخش نمیکنم، اینا سربازای آینده، اگر روی اینا کار شده بود از 10 سال پیش الان 5 میلیون سرباز داشتیم تو خیابونا، دیگه احتیاجی نبود بیان بگیم بیان تو خیابونا، خودشون بیان تو خیابونا، بچه رو باید از بچگی تربیتش کرد، بچه رو باید از بچگی بهش درس میان پرستی داد، همینجا نشستم با همین میکروفون و با همین چیز یه لحظه نشستم یه دو تا چهار تا کردم گفتم چرا نه، بچه‌هامون هم باید بیان بشینن پای تلویزیون، بیان بشین نقاشی بکشین، نقاشی بفرستین، به خدا نمیدون روزی چقدر داره من اینا میفرستم نقاشی، همش جاویدشا من کاری به نقاشیش ندارم، میگم بنویس جاویدشا تو مغزت هک بشه، از بس نشن تو مدرسه به اینا گفتن نمیدونم یوسف پیامبر یوسف گمگشته رفت پیش کنعان ماچ بده تو ماچ بکن و ماچ بکن، همین فاطمه سقسر کرد اون یکی نمیدونم جفتک انداخت اون رفته تو چیز قل هو الله و احد، احد رفت پیش صمد ای به گور پدرت مثلا عمه یارو، بله خب بچه چی یاد میگیره، هی میگن ابوالفضل رو اینجوری باید بنویسین، بچه ها دعا بچه هامون همه دعا کمیلشون حفظ شده، عربی هاشون همه فول شده، از یه بچه 5-6 ساله میپرسه قشنگ بهت میگه کفن میت چند تا کفن داره، نماز میت چیه، شب اول قبل بهت فشار میدن، شب دوم قبل جیبت میزنن، شب سوم قبل نمیدونم نشادر بهت فرو میکنن، شب چهارم انترمنتر میاد، شب پنجم میبرند اون بالا، شب ششم محاکمت میکنن، پر سرات چیه، بهشت کیه، جهنم، اصلا فول شدن همشون، خب کی بهت بینا درس میان پرستی بده، عرازل و اوباشم نشستن جلو رادیو تلویزیون ببین چی دارن بهشون میگن، اون نشسته توپ توپ تریاد، انقدر
اوتو کشیده به صورتش مرکز که گردنش نمیتونه تکون بده. این یکم هنیشه میگه پول بدین پول بدین همه چی رو میدم پول بدین. اونم نشسته اون بالا مشروب زده توپ توپ تو لندن نشسته. خانه پدری رفته بودم آقا اومد. لعنت به پدر خودتو آقاتو امامتو دینتو مذهبتو لعنت به اون پدر و مادر بیناموستو. مجددا عرض میکنم ریپیت پلیز میکنم لعنت به روح پدر و مادر بیناموستو که 43 سال و نیم وارد 43مین سال اشغال ایران شدیم. لعنت به پدر و مادرتون مقصر شما این 43 سال آخون موند چون لجنجلس پشتش بود. به شرفم سوگند گردنم زیر گیوتین بذار بگو آقا این جمله رو پس بگیر. میگم بذار اون ول کن بذار بیار رو گردنم. لجنجلس عامل ادامه حیات جمهوری اشغالگر اسلامی شد به علاوه لندن. همینا که اون سیروس لجن بیناموز سیروس آموزگار این یارو پزشزاد بی پدر و مادر داجان آپلون که بچه ها دمشون گرد رفتن تو لجنجلس گفته بودن اینجا چه بوی گندی میاد. یه چهار پنج تا پیرمرد جمع شده بودن اونجا برای داشت شعر ترانه میخوند که بعد یه عده مشروطه چیه دروغگو شاه مملکت من رو وادار کنن که شاه مملکت من چیکار کنه چیکار کنه رای نداره بیاد اعلامیه بده برای اینا برای هادی لجن به چلونیتش از این مرکه فقط لجن میاد بیرون. بعد به اسم دروغین و مشروطه خواب بیان برای به میانپرستان فحاشی بکنن. آقا بدبختیم بدبختیم سر سگ میزنی خائن داره میاد از چپ و راست دارن به ما خیانت میکنن. آنچه که پدر ملت ایرانو در آورد خیانت بود. آنچه که باعث خروج اون خدا شد اون خدا گریه کرد از ایران رفت بیرون چون بهش خیانت شد به خدا خیانت شد به شاه. به شرفم سوگند شاهنشاه آریامهر نه به خاطر انگلیس نه جلو انگلیس وایسا جلو آمریکا وایسا جلو روسیه و جلو همه ایستاد. خیلی با جیگر بود شاهنشاه. اینطور نگاه نکنید با کت و شلوار و خیلی مرد با جیگری بود. از نادر 100 پله بالاتر جیگر داشت. خیلی جیگر میخواد پاشی بری تو مسکو به خروشوف بگی فوته اینا. خیلی جیگر میخواد تو الجزایر به صدام کاری بکنه دستت ببوسه کفشت بلیسه. جیگر میخواد بشینی تو ماشین سرباز تو واشنگتن اونجوری تو خیابونا رد بشی. جیگر میخواد باشه بری سوئیس بشینی تو اون ماشین بری خود تک و تنها بری اسکی کنی. جیگر میخواد جیگر میخواد بیا تو استودیوم 100000 نفری آریم پسرت بفرستی تو امجدی بشین پیش مردم. اینو که من خودم به چشم دیدم. جیگر میخواد همسرتو بفرستی تو سراسر ایران بره طبس بره بیرجند بره زاهدان بره اینور اونور. جیگر میخواد. مرد با جیگری بود. خیلی با جیگر بود. خیلی با وجود بود. خیلی مرد بود. خیلی لوتی بود. شاه اگر زمین خورد از خیانت زمین خورد نه از سفارت انگلیس. درد خیلی زیاده. بسه هیچی نمیدونید. نمیدونید اون خدا رو چجوری زمین زدن. بریم بچه ها رو گوش کنید. جناب مهندس شیش و لطم باید بفرمید. با سلام و ادب خدمت شما جناب آقای رضا احمدی محبوبم. با تشکر و سپاس از تمام زحمتکشان تلویزیون آریایی، من مهیار از آن شخص میهن پرست و مشروطه خواه بابت کمک به تلویزیون آریایی سر تعظیم فرود می آورم و سلامتی و طول عمر برایشان آرزو دارم. به امید رهایی ایران عزیزمان از چنگال ناپاوان. پاینده ایران جاوید شاه جاوید شاه. با درود، من تو ذهنم کنچکاف شدم که کدوم آدم بیعقلی میاد این دروغ‌های جمهوری اسلامی دروغ‌های تلویزیون جمهوری اسلامی رو گوش میده و اگر اسلام اینه که کیلو کیلو دروغ میگه من از اسلام متنفرم. اینو میفرستم برای تلویزیون خوب ایران آریایی. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. آقای فرود لطف کردن $20 فرمودن. زنده باد همه ی هواداران نظام پادشاهی. درود بر میهن پرستان. درود به شرف آقای فرود. خیلی ازت ممنونم. دمتون گرم. بچه ها دارید بیدار میشید. آب نبود. ما میهن پرستان شناگرهای خوبی هستیم. آب نبود. حالا آب هست. ایران آریایی این
بساطو به وجود آورده، این سفره رو برای ما انداخته، بعد نفوذی میان این تو شروع میکنن فحاشی کردن، سرشو میره تو تای کی؟ وای 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 وای. دیدید بچه ها رو؟ دیدی مهیا نقاشی میکشه؟ اگر این برنامه رو ما نمیذاشیم بچه ها چجوری کشفش میکردیم؟ اون یکی بچه رو دیدی؟ چه قشنگو؟ گفت که مسلمان نیستم. داری یاد میگیرن. ما از بچگی باید یاد بگیریم دیگه. بچه ها دارن یاد میگیرن. بچه ها دارن بیدار میشن. این بیداری رو انگلیس میدونه. چیکار میکنه؟ میگه ببین ریشه کجاست؟ ریشه ایران آریایی بزنیدش. چجوری بزنیدش؟ پشت شروع کنی. یادتون میاد یه مدت کلیک کرده بودن ایران آریایی از اسرائیل پول میگیرن. اسرائیل بدجوری پول میده. آره. اصلا گونی گونی همینطوری داره پول میده. اسرائیل بدجوری پول میده. نخاله ها رو که انداختن بیرون تلویزیون داره تلویزیون میشه. تو این 5-6 سال بعد دیدید هر کدومشون پخش میشن میرن یه جا اصلا میگه محو میشن یا خودشون تیغ میکشن. چرا؟ صداقت بچه ها جوون ها یاد بگیرید، دنبال پول نرید، برید دنبال صداقت، دنبال معنویات برید نه دنبال مادیات. پول لازمه زندگی طبیعیه، هیچ کم پول بدش نمیاد، منم بدم نمیاد، نمیگم برید ریاضت بکشید، نه پول لازمه زندگی. پول نباشه نمیتونی کرای خونه بدی، نمیتونی رخت لباس بخری، نمیتونی خرید بکنی، درسته حرف اینی، اما همه قضیه نیست. پول فقط به خاطری که رفع حاجت بشه بتونی کارتو انجام بدی، اما نه شرفتو واسه پول بذاری. نیام بگن این 1,000,000 دلار شرفو بده بیا، بگو فوته اینا. این 50,000,000 دلار ناموستو بده بیا، فوته اینا. این 100,000,000 دلار مملکتتو بده بیا، فوته اینا. این 500,000,000 دلار حیثیتتو بده بیا، فوته اینا. هیچی تحت هیچ شرایطی، حیثیت، شرف، ناموس، مملکت، مشروطه پادشاهی، اینا قیمت نداره. من میگم ناموس نه خواهر و مادر، از این بازی قیصری بیان بیرون، یعنی مملکته. من وقتی به اینا میگم اینا بی ناموسن، من کاری به زن و بچه‌شون ندارم، زن و بچه‌شون گناهی نکردن، من کاری به ننه باباشون ندارم. کسی که میهنشو بفروشه ناموس نداره. گوش کنید، هر کس میهنشو بفروشه، هر کس مثل علی تایزیه بیان راجع به تایزیه صحبت کنه بعد مسمالی بکنه، بعد الکی بیان بچه‌هایی که تظاهرات رو میزنن عیسا علیزاده میگن نشون بدن که ایزگم کنن، نگاه کن ما بی طرفی، من خبرنگار مستقل، خفه ببین در به داغونه چوسونه، دروغ میگن. حواستون به اینا باشه. پدر سوخته تر از این پدر سوخته ها خداوند خلق نکرده. به اسم آزادی خواه، به اسم این یارو چیه حقوق حشر، به اسم این که چیزو گم کنن، ایز گم کنن، ما مشروطه خواهیم، دروغ میگن، به شرافت بشری دروغ میگن. همین پدر سوخته بازی ها رو در آوردن که دست اعلیحضرت از دست ما چیز کنن. آقا نگاه کن تو 22 بهمن، اوه خوب شد یادم افتاد، مومن خوب شد یادم افتاد. آقا 22 بهمن که ملت اینا رو قشنگ قهوهشون کردن و شیلنگ لازمشون کردن که دم ملت ایران گرد، تو این وسط وزارت اطلاعات بیاد ببین چی کار میکنه، بعد میان برای من پیام میذارم، اصلا به هیچ کدوم شما جواب ندادم، گفتم امشب والیتون میکنم. یه تاشون نه که مخرز باشن ها، جوونه نمیفهمه، جوگیر میشه، میرن توی این اتاق متاقای چیز اینا رو دنیاهای مجازی جوگیر میشن. بچه های اطلاعات هم اونجا نشستن اینا رو جبگیر میکنن. 5 سال هم یارو خودش به عنوان مشروطه خواه تابلو کرده. اوکی؟ تو این وسط که 22 بهمنه و مردم اینجوری اینا رو کردن تو چاه جمکنان و با دست مبارک رو سیبون هم کشنن روشون، یه مرتبه میان میگن که همسر شاهزاده رضا پهلوی عکس چند تا دختر رو پخش کرده، اینا چیز پرچم جمهوری اسلامی دارن. خب پس اونا که رفتن فوتبال نمیکنن پرچم شیر خوشی داشته باشن؟ چرا این کار کرده؟ اولا تو رسانه به تو شمار میده، یعنی تمام درد مملکت الان فقط به همین عکسه. یعنی فقط همینو کم داریم که ببین اینقدر فضا رو اینا بی کس و کار دیدن، این اطلاعاتی ها و مامورینشون در خارج از کشور مثل علی تجزیه ها، مثل حسن صدقه خورا، مثل لگن فروش دوستا، به خدا نه که من با اینا چیز شخصی داشته باشم، عقده شخصی اصلا پخ نیستن اینا. اینا من نزدیک ببینن اگه تونستن دهن وا کنن. من سر ما رو میدونم کجاست. اینا تو این وسط تو این هیروبیر اینقدر فضا رو خالی دیدن که فقط مونده بگن که شخص پادشاه علیحضرت رضا شاه دوم قابل جمهوری اسلامی، به شرفم سوگند اگر یه ذره فضا رو باز کنید انگ جمهوری اسلامی رو علیحضرت میزنن. مگه به پدر علیحضرت، مگه به شاهنشاه آریا نگفتن عامل آمریکا؟ مگه نگفتن عامل انگلیس؟ مگه نگفتن عامل اسرائیل؟ مگه نگفتن تمام اعضای چیزش دولتش همه بهایی هم؟ حالا اصلا
تو فرض کن باشن، اصلا تو فرض کن هویدا بهایی بود، تمام هیئت دولتش هم بهایی باشن، چه اشکالی داره؟ آقا ملت الان تو فرض کن من یهودی ام، من اسمم مثلا چی یعقوبه، من بهایی ام، من ارمنی ام، من چه کار بدی الان دارم میکنم؟ مگه من بهایی یهودی ارمنی آسوری بودایی اصلا بیدینم زرتشتیم، هر چی تو هر دینی تو میخوای بگی بجز مسلمون، مگه من حق ندارم تو ایران بشم نخست وزیر؟ من حق ندارم بشم وزیر امور خارجه؟ چرا حق ندارم؟ مگه الغانیان به ملت ایران خیانت کرد؟ مگه ثابت باسال به ملت ایران خیانت کرد؟ مگه تمام اون کسانی که در بجز که مسلمان نبودن مگه به ایران خیانت کردن؟ اسم چند تا فوتبالیست، فقط فوتبالیست ارمنی رو من بیارم که به فوتبال ایران خدمت کرد، که کارشون کشید به کاسموس مثل آندرانیک اسکندریان، مگه اینا خیانت کردن به ایران؟ مگه تیم فوتبال آرارات تهران به ملت ایران خیانت کرد؟ چقدر فوتبالیست تیم ملی آرارات داد به ایران؟ ما در سطح ورزش ایران چقدر ارمنی داشتیم؟ در سینمای ایران، در هنر ایران چقدر ویگن؟ مگه برای ما زنده یا مگه برای ما جاز نیاورد تو ایران؟ ما همش تو دنگل و دنگول بودیم دیگه، کی برای ما جاز آورد؟ کی برای ما این موسیقی مدرن آورد؟ ویگن آورد. امین امینی یهودی بود، هنرپیشه ایرانی، خیلی هم هنرپیشه، خیلی هم قشنگ بازی میکرد. این دوتاش. مگر ما تو مملکت خودمون خواننده بهایی نداشتیم؟ ببینید عادتشون شده. میدونی چرا؟ فضا رو خالی میه، هر جا که ببینن فضا خالیه حمله میکنن. همسر اعلیحضرت برداشته عکس چهار تا دختر، برای منم فرستادن، به خود اصلا بلد نیستم باید برم کجا نگاه کنم. عکس چهار تا عکس گذاشتن ایشون که یه ده دخترای هستن که دختر جمهوری اسلامی، حالا دختر عامل جمهوری اسلامیه، نمیدونم مامورن، خوبن، بدن، عاشق فوتبال، من نمیدونم پیشونیش که ننوشته که، برداشته پرچم جمهوری اسلامی گشته رو پیشونیش. بابا تو مملکت داره زندگی میکنه، آقا اصلا تو خارج از کشوره، اصلا پرچم جمهوری اسلامی گرفته دستش، چی چه ربطی به شقیقه داره؟ اصلا 22 بهمن این موضوع چیه که شما علمش کردین؟ مگه این بار اول از این عکسو شما میبینید؟ در سوخته بازی. بعد من باید بشینم هرس بخورم، همان برای من میبینن تو رو خدا به این موضوع امشب رسیدگی کنی، بگو این من دلم الان اومده تو قلبم، قلبم رفته مثلا تو جیگرم. من اصلا جواب نه، من اصلا از 100 تا پیامی که میاد به شرافت بشری سوگند، من به 5 تا جواب بده به شرافت بشری. قبلا جواب میدادم، احترام میذاشتم، حالا میبینم نه بابا اصلا شوت بازار شده. بعد میخوان منم بکشن تو این شوت بازار، میگن تو هم بیا مثل ما شوت بشو. بعد چرا با احمدی چرا جواب ندی؟ تو اینو میزه براکش میکنه. من نمیذارم کسی منو زیر سوال ببره. یعنی بهتون میگم آقا مگه من دارم باهاتون عربی حرف میزنم؟ تمام همیشه جمله‌م اینه، وارد این بازی ها نشوی. جمله بعدی، وارد بازی های اعلیحضرت نشوی. جمله بعدی، به ایران بیاندیشین، کار خودتونو بکنی. همون آدم دوباره دلم درد گرفت، رودم پیچ خورده رفته تو قلبم، به جهانم امیدوارم رودت سلاخ بشه بره تو دماغ. و ما وقتی نمیفهمی خود نفهمی دیگه. من که اینجا مسئول حال مزاج مبارک نفهم که نیستم، بنده که نباید اینجا فوقلاده نفهم و حق ویزیت بیشهور رو بپردازم که شکار کار پادشاه دارین، ول کنیدی مردو بابا، دست از سر خانوادش بردارین، یا به دخترش گیر میدن یا به همسرش گیر میدن. خب وقتی مرد بیاد به ما حکومت بکنه، بیاد بشه پادشاه ما، هنوز نه بداره نه بباره، بچهش فارسی حرف نمیزنه، چرا بچهش اینجوری لباسو تو رو سنن از صد تا ایرانی تو خارج از کشور 90 تاش بچه‌هاشون نمیتونه فارسی صحبت کنه؟ من کوری نمیبینی؟ من میبینم عمو جان ویگستیا، یعنی هاو آر یو، فقط عمو جانو بلدن. هنو به قرمه سازین که سازی قرمه، بچه ای که دوستای من به لوبیا پلو میگه چی قرمز، و من برای مسخرش کنم؟ خب تقصیر پدر مادر بوده، تموم شده ره. بابا چیکار کار خانواده سلطنتی داریم؟ تمام بچه های میان پرست، تمام فکرتون، قدرتتون، هوش و حواستون رو بذارید فقط روی شخص پادشاه، کاری به اطراف پادشاه نداشته باشین. کی رفت، کی اومد، همسر ایشون بالعزت یاسمین پهلوی چی فرمودن، بچه ها چی فرمودن، کجا رفتن، کجا تشریف آوردن، به ما ربطی نداره. فضول کار پادشاه نباشید. بابا چرا همش دوربین داخل خونه همسایه؟ این کار مسلمان های فضوله، همش نشستن ببینن همسایه داره چی کار میکنه، سرتون بزنید پای زندگیتون رو بکنید.
وظیفتون فقط اینه که شاهتون دفاع کنی. دیگه هم از هیچ واسه ما نفرسین. امشب هم گفتم خیلی دیگه استثنا بود، اونم به خاطر 4 5 تا از بچهای عزیز میانپرست گفتن رضا اینو یه کارش بکن. نه دیگه چیز نکنید، دیگه مزاحم مخم نشه تو این بازی. جناب مهندس مهیار باریک الله، آفرین، پیام شما رو همیهن عزیز ما گرفت، خیلی ازت ممنونم و باریک الله به بچهای عزیز. جناب مهندس دو تا عکس اونو لطفاً موعد بفرمایید، عکس رو ممنونتون میشم. 8 و 9 رو نمیدونم، 7 رو گفتم جناب مهندس، 7 رو پس پخش کن، قربونت برم کارگردان عزیز، 7 رو پخش کن پس اول آقای مهندس، بعد عکس رو میزه 7 رو پخش کن دست درد نکنه. از روزی است که شورشیان 50 به نام اسلام ایران رو به خاکستر تبدیل کردن و شروع کردن به قتل و غارت. مگر قبل از شورش 50 مساجد و غیره برگزار نمیشد؟ ارتش شاهنشاهی رو کشتن، آزادی زنان رو گرفتن، در حکومت علی خامنه‌ای زنان هیچ جایگاهی ندارن. خمینی جلاد از همان روزی که وارد ایران شد اسرائیل ستیزی و آمریکا ستیزی رو شروع کرد، گروگانگیری سفارت آمریکا یا ترور کسانی که بعد از شورش 50 ایران رو ترک کردن. جمهوری اسلامی به اسم دین ولی به خاطر منافع خودشون هم مردم ایران رو کشتن، هم ترور در خاورمیانه رو گسترش دادن. اگر حکومت علی خامنه‌ای برحق بود، هیچ وقت پایه‌های حکومتش رو با خون ملت آبیاری نمی‌کرد و مستعمره هیچ کشوری نمی‌شد. اون روز می‌رسد که کشور ایران دست دوستی با همسایگان و آمریکا و اسرائیل بدهد. زنده باد انسانیت. 21/11/1400 تهران. سپاس از شما جناب مهندسی هاش گرامی، باریکلا باریکلا به این نسل، آفرین 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 آفرین. پرچم امریکا پرچم اسرائیل، باریکلا آفرین. دعوا نداریم دقیقا با این دوتا کشور هم دعوایی نداریم. باریکلا آفرین آفرین، خوشم اومد، این بچه فعالیه. باریکلا موضوع خودت هم باشید، هم جوگیر نشو یه ذره اونجا چیز کنی. باریکلا در ضمن آخر پیامم این نمیگم کار بدی کردی، درود بر انسانیت و فلان، این یه ذره همچین میره تو مایه رین تن تن. جاوید شاه یادت نره، اون جاوید شاه اصلا غلط، جاوید شاه رو بگو که یعنی بخوابونی لندن، دست درد نکنه. آفرین. بریم پیش بچه‌ای که لطف موعد کردن. عرضم به حضورت مامان رودریک، سخت این اسما برای من، مامان رودریک، $20 با جاوید شاه، دست درد نکنه مامان رودریک، خیلی ازت ممنونم. بانو روزام لطف کرد با جاوید شاه $20، سپاس از لطف محبتت روزای عزیز ما، خیلی ازت ممنونم. عرض کنم ناشناس، ناشناس که گفتن لطف کردن زنده باد ایران آریایی با جاوید شاه $50، دست درد نکنه ناشناس، مدشون خط ما رو ببرن تون تو می نویسن. آرش و عرض کنم لاله و آرش و آریان هم از کانادا لطف کردن $30، دست هر ستاتون درد نکنه، دست گلتون درد نکنه، لاله و آریان و آرش عزیز ما. بعد آقا سیامک گل ما هم با جاوید شاه $200، دست درد نکنه آقا سیامک گل، خیلی ازت ممنونم، لطف موبت کردی. جناب مهندس حالا اون اکثر رو لطف کنی، اون اکثر رو ممنونتون، دوتا اکثر اون رو لطف موبت بفرمه. زو کجا بودم؟ بله اینجا. خانم آقای اینو من هر سال پخش کردم، اینو من خودم درست کردم، اون روزهای اولی مال خیلی سال پیشه و خیلی جاهم پخش شد. اون وسط جهل و خون و غارت و استبداد، روح الله الموسوی الخمینی، آن بیمار روانی بزرگ لوادکارا، این بنیاد این کسافتکاری اینه. سمت راست آشیخ اینا عوامل بدبخت، اصل عوامل بدبختی ملت ایران این تابلویی که من گوشتم جلوتون. سمت راست آشیخ مهدی بازرگان، تن لش چیز بود، مصدقی، بعد میگم من ملی مذهبیم، مردی که رفته بود فرانسه، بعد میگم من گوشت و خوک نمیخورم، نون و پنیر میخورم، زپ اسلامی میخورم. بعد اومده اون شده بود رئیس حقوق بشر تو ایران نوکر انگلیس بود، خدا شاهده، آشیخ مهدی بازرگان. کثافت در دوران این بالاترین میزان اعدام میهن پرستان بود به اسم دولت موقت. بغلیش ابولی بنی سگ، دور از جون سگ، نوکر فرانسوی ها. سمت راست پایین کریم سنجابی، نوکر دست ده چیز امریکایی ها، نوکر انگلیس ها بود، بعد افتخار نوکری امریکایی هم داشت، مثل ابراهیم یزدی تروریست شناخته شده،
عامل قتل شب 22 بهمن، عامل قتل 4 تن از بهترین و میهن پرستترین عمره ارتش شاهنشاهی ایران، ابراهیم یزدی، هر جفتشون هم نوکران دست ده سیای امریکا. میای پایین تر صحابی، عزت الله و ید الله، دو تا تن لش، پدر و پسر، لعنت به روح جفتتون، هر جفتشون یک طبیله خریف خریه طبیله یابو بوده. این دوتا مصدقی الان خیلی عرض میخوره، همه چون پای برنامه ده چشمتون کرچه بشین نگاه کنید. پایین سمت راست صادق قدزاده، تروریست شناخته شده، رفیق جونجونی قذافی، کسی که پولا رو قلمبه قلمبه با ابراهیم یزدی میوردید تو شاشه خمینی تو نوفل شاتو. سمت چپ داریوش فروهر، چماخکش 28 مردادی با چماقی که سرش میخ زده بود طرفدارای شاه رو تو کوچه بلند میزد، خود تنه لشش گفت، خودشون زن کثافتش. خطبه عقد داریوش فروهر و زنش رو کی خوند؟ محمد مصدق السلطنه در چیز در احمد آباد. حالا بریم سمت چپ اون بالا، نفر اول اون بالا اون نخست وزیر وقت انگلیس بود، مهمترین عامل بدبختی ملت ایران به دستور اون عجوزه، جیمز کالاهان. نفر پایینی جیمی کارتر، این دومین عامل بود مال حزب دموکرات امریکا، بی پدر و مادر مذهبی کثافت نفهم، بنیانگذار تروریسم در خاورمیانه، حزب دموکرات امریکا. اون دوتا تنلش هم که میبینید، یکیش گاردستان مال فرانسه، این هم هلموت اشمیت الکلی آلمانی که اشمیت آخرا میگو به حضرت عباس و عصای موسا به نمیدونم خر ایسا من تو تو یارو چیه گوادالوب من مخالف رفتن شاه بودم. این چهارتا مهمترین عامل آوردن اون بی پدر و مادر امام سیاه بودن. پایین اینا اسلحه آوردن و پول آوردن به ایران، یاسر عرفات، قذافی، حافظ اسد، فیدل کاسترو. زیر عکس خمینی این چهار تا آخون، ببین چه قشنگ تنظیمش کردم، سمت راست ملی منقلیا، سمت چپ عوامل بنیانگذار جمهوری اسلامی، طبقه پایینش هم اونایی که اسلحه فرستادن برای مجاهدین و برای کمونیستا و پول فرستادن. زیر عکس اون خمینی اون چهار تا آخون، بهشتی نوکر آلمانیا، جاسوس آلمانیا بود، طالاقانی جاسوس انگلیسا بود که روسا دخلش آوردن، این علی شیره‌ای عمامه رو نگاه کن، اینم اکبر دزده است که علی شیره‌ای موفق شد سر اون ستا رو بکنه تو مسترا، البته سر خودش هم تو مسترا خواهد بود. بعد میای پایین اون یارو که میگفت چیزم، میگفت من بالاترین بزرگترین نمیدونم قهرمان زندانی سیاسی ام، امیر انتظام وجود مردی که یک جاسوس حرفه‌ای آخرام به پهن خوردن افتاد و به لجن خوری افتاد. اون دو تا کوچولو هم که اون پایینی، یکیش کیانوریه مال حزب چیز توده، چه یارو حزب مخوف توده که بازوی سیاسی روسیه در ایران بود، اونم که مسعود بچه بازه که بازوی مسلح مصدقی هست. این تیم جمهوری اسلامی رو به قدرت رسوند. این مجموعه جمهوری حیوانات اینه، خمینی خونخوار و عیادیش، اینم تیترش. جناب مهندس عکس بعدی رو هم لطف کنید، لعنت به روح همه تون. فقط مثل که تو این عکس بله دیگه، علی شیره‌ای و مسعود بچه‌باز زنده، مسعود بچه‌باز که فعلا چیزه، فعلا مفقود الاصل. یادتون میاد میگفتن دیو چو بیرون رود فرشته در آید، اینو خونده بودن، حالا اینو خودتون پخش کنید. دیو یعنی علی شیره‌ای که برود به زودی در ایران فرشته در آید، علازتو برش میگردید. شک و تردیدی نکنید، ملت ایران هیچ راهی دیگه براتون جز این راه نیست که این فرشته رو برگردونید. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. اگر این فرشته رو برگردوندین که برگردوندین و میرسید به زندگی نرمال، اگر نه وزارت اطلاعات براتون از این پرده ها پیاده میکنه. امروز میاد راجع به همسر علازاد این مزخرفاتو میگه، فردا راجع به بچهش میگه، پس اون فردا راجع به خود علازاد میگه که گفتم راجع به علازاد گفتم، مگه نه بردن نشوندن تو سوئد پیش اون مفعول پسر دایی اولی حضرت، مگه نه بازی های بچه های هوشیار میهن پرست، گوش کنید با کف کردم، وارد بازی های اعلی حضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم نشوید. میخواید بشوید برید بشوید، دمپر من نیایید، دمپر من یکی نیایید. من امکان نداره که خط قرمزمو که اعلی حضرت باشه رد کنم. اگر اعلی حضرت من زیر پاش بندازه له و لوردم بکنه، بزنه درب و داغون، اصلا رسما اعلام بکنه آقا این اصلا اینو ولش کنید، اسم منو بیاره،
بازم بهتون میگم وارد بازی اعلیحضرت نشید. این مرد گرفتاره، این مرد گرفتاره، بفهمید چی بهتون میگم. این مرد خیلی مسئولیت رو دوششه. فقط حمایتش کنید، فقط پشتش بایستید، فقط بگید جاوید شاه، فقط بگید زنده و جاوید با سلطنت پهلوی، فقط بگید تنها راه رهایی بازگشت پادشاهی، فقط بگید پهلوی کجایی به داد ما بیایی، رضا رضا پهلوی، این از شعار ملی، خدا یکی، شاه یکی، میهن یکی، اینا دنبال این بازی ها بگید، خدا شاه میهن شعار من است، رضا پهلوی پادشاه من است، پهلوی کجایی به داد ما بیایی، فقط پهلوی پهلوی پهلوی، این اسمو دارن پاک میکنن. بفهمید دارم بهتون چی میگم. به جای این اسامی ببین چی میارن، بسیج، پاسدار، اپوزیسیون، سکولاریست، اپوزیسیون، خمینی، آیت الله، قم، حوزه علمیه. همینطوری گیجمون کردن. چی؟ که پهلوی رو از بین ببرن. نتونستن. چرا؟ چون شما مقاومت کردید. حالا میزان مقاومتتون رو بالا ببرید، مبارزه رو بالا ببرید، پرده های خونتون رو باز کنید، از تو خونه هاتون بیاین بیرون، بیاین بیرون از خونه هاتون. آی عاشقای ایران، بیاید بیرون از خونه هاتون، از خونه هاتون بیاید بیرون. دارم بهتون میگم دیگه زمان ندارید، تموم شد. 22 بهمن هم تموم شد، تمومش کنید. اجازه ندید اینا دیگه از امروز نفس بکشن. تموم کنید، اعتصاباتو آغاز کنید، آغاز کنید اعتصاباتو. کارگرا، کارمندا، شرکت نفت، شرکت گاز، معلمین، اساتید دانشگاه، ملت ایران، بری تو اعتصابات. نترسید، هیچی نمیشه، نمیمیرید از گرسنگی. به خدا اگه شروع بکنید، میهن پرستان از خارج از کشور کمکتون میکنن. شما نشستین، بچه‌ای هم که تو خارج از کشور نمیتونن کمکتون کنن. بابا کسایی هستن که به شما پول برسونن. که از گرسنگی نمیری. به شرافت بشری سوگن اینا رو ببرید. همین پولایی که این آخونده از ما دزدیدن، همین خونه‌هایی که ساختن، همه اونا مال خودتون میشه. همه تو صاحب خونه میشی. تو قبر دیگه نمیخوابی. بابا بفهمید بهتون چی میگم. ایران کشور ثروتمندیه، نترسی. به حق و حقوقتون میرسی، کشاورز دوباره صاحب زمینت میشی. اینا که تو حاشیه تهران زندگی میکنین، برمیگردین میرین تو روستاها، میرین تو شهر میرین میشین سر کار زندگی تو. این چه دکونیه واسه خودتون راه انداختین؟ آخه این چه کثافت کاریه به اسم زندگی واسه خودتون راه انداختین؟ ما رو علاف کردین. بابا مخمون پاکی. بس دیگه اینقدر چت کردم، بس دیگه اینقدر تو این دنیای مجازی گشتم، بس دیگه بیام میگه این اینو دعوت کنه، اونو دعوت کنه، ولشون کنید این تنلشو رو، سر کارتون باشه، میخوان ایران رو تجزیه کنن. بابا بفهمید دارم بهتون چی میگم. با ما دوشنبه بیام صحبت کنید، سرم پوکید. 22 بهمن رو به ملت بزرگ ایران تسلیت میگم. دمتون گرم بچه‌ها، عالی کار کردید، باریکلا به حرکتی که کردید، آفرین، دمتون گرم، کارتون درسته. شعار نویسی ها رو زیاد بکنید، اسکناس نویسی رو زیاد بکنید، شعار نویسی تو خیابونا رو زیاد بکنید. مردم بیاین تو خیابونا، نترسید. یه چیزی وقتی کشاورز میاد، همه کشاورزا بیایید. کشاورز اهوازی نگو اصفهان منو حمایت نکرد من نمیام، کشاورز اصفهانی نگو شیراز منو حمایت کرد من نمیام، کرمانشاهی نگو کرمونی منو حمایت نکرد من نمیام، یزدی نگو مشهدی منو حمایت کرد من نمیام، تبریزی نگو تهرونی منو حمایت کرد. نکنید این کارو، بین خودتون تفرقه نندازید. ما ایرانی هستیم، ما همه اون سر یه سفره بزرگ شدیم، ما بیش از 7-8 هزار ساله با هم تو یه خونه داریم زندگی میکنیم. نکنید، بس دیگه اینقدر تفرقه. این تفرقه رو این لجنجلس رو انداخته، این میاد میگه تلویزیون من، اون میگه تویله من، اون میگه نمیدونم حزب من، اون میگه سازمان من. ما الان دنبال حزب و سازمان و گروه نیستیم، هممون بس میشیم به علازه تا کارو تموم میکنیم. ما هنوز این مردو داریم، ما هنوز نماد ملی رو داریم که بتونیم این نهاد پادشاهی رو مجددا علم کنیم. نذارید دیر بشه. همه ما عمر جاودانه نداریم، ما همه ما زیاد آل حوصله دیگه نداریم. ما مهم نیست چه شاه باشه، چه کارگر، چه غنی باشه، چه فقیر. بفهمید دارم بهتون چی میگم. نکنید که پروژه و سناریوی افغانستان رو برامون برفسن، این مردو بردن بیارنش ایران، سر اون تپای خونه بهش بدن که دهن ما رو ببندن. دیگه به چه زبونی بگم؟ اسامی رو بگم حضورتون مخص بشیم. یه ترانه هم هست از ستار عزیز، اینو پخش میکنم، مال قدیمه.
سیل غارتگر اومد زد و از خونه گذشت، پلا رو شکست و برد، دست غارتگر سیل زد و از خونه گذشت، پدر پیرم و کش، مادر دیوونه کرد، حالا من موندم و این ویرونه ها. کی میاد دست توی دستم بذاره تا بسازیم خونه رو باز دوباره؟ بابا بلند شید لام از سبا هسته دیگه، انقدر غیرتی ناموستون رو دادید تو رو شب تیراندازی داره میشه تو خونه ها. اون بدبختی که میاد اونجا داره دزدی میکنه، اون جوون ایرانیه از فقر و بدبختی بیچارگیه. هیچ کس مادرزاد دزد به دنیا نیومده، این حکومت ها که ملت رو دزد میکنن. اسامی رو بگی. بانو پروین غفاری $20، سپاس از شما. بانو رعنای نوجوان ترکیه $100، سپاس از شما. آقای فرود $20، سپاس از شما. مامان رودریک $20، سپاس از شما. بانو روزا $20، سپاس از شما. لاله و آرش و آریان عزیز ما از کانادا $30، سپاس از شما. همشهری امیرکبیر $20، سپاس از شما. بانو ستاره از اروپا $100، سپاس از شما. ناشناس $50، سپاس از شما. زو این سفر رو گفتم. آره هوشنگ کانادا $150، سپاس از شما آقا هوشنگ. آقای ایران دوست از طرف سرباز وظیفه نیروی ترابری ارتش شاهنشاهی $100، سپاس از شما. بانوی آریایی $200، سپاس از شما. بانو گیتی $100، سپاس از شما. بانو هنگامه کانادا $40، سپاس از شما. بارکلا بانوان، سپاس از همتون. اسد آلبان $25، سپاس از شما. آقای فرامرز $60، سپاس از شما. سرباز دور از وطن $100، سپاس از شما. بله و بردیان $50، سپاس از شما. دارم نگاه میکنم جان انداخته باشم. نه همه رو گفتم، اگرم جان انداختم میام دو مرتبه اسامی رو باز میگم. نه همه رو گفتم. دست گل همه تون درد نکنه بچه. خیلی ازتون ممنونم، با سپاس از طول هفته زحمت میکنی، خیلی ازش ممنونم. واقعا دعا کنی به جون این مرد، با چه مکافاتی ما رو وصل میکنه به شما. سپاس ویژه جناب سیاوش. از همه شما خانم ها آقایون دستتون درد نکنه، گوش کنید به این سرباز کهنه، سرباز خستم نیستم، نمیگم خسته، نه خستم نیستم، گوش کنید. من مثل برادر دارم باهاتون حرف میزنم، هیچی هم ازتون نمیخوام، هیچ آرزویی هم ندارم. من یه آرزو دارم، شما جوونا برسید به زندگیتون. به خدا قسم این مرد برگرده بیاد ایران بشه پادشاه شما، افتخار کنید که مجددا اون پرچم سرنگ و اون تهران قشنگ بشه، تمیز بشه. یه چند سالی باید زحمت بکشیم، خیلی خرمالی داریم، راحتت کنم ببخشید ولی دروغ چرا، کار داریم، خیلی کار داریم، استخون خورد باید بشه ولی چاره ای نداریم. هرچی بیشتر بمونه یه تیکه دیگر میکنن میبرن میفروشن. اینا ناموس و شرف ندارن، دزدن آخوندها، دزدن بی شرفن، بی پدر و مادرن، عاملن، نوکرن. یه مشتم بی شرف، بی پدر و مادر و عامل نوکر تو خارج از کشور دارن برای اینا چرت پرت میگن، الکی میان قیافه علی گلابی به خودشون میگیرن، به خداوندی خدا هیچ کدومشون دل به حال ایران نمیسوزونن، دروغ میگن، سر کارتون گذاشتن، سر چوبتون کردن. بس تا چارش تا دوشنبه شاد و پیروز باشی. پایان ایران جاوید شاه. کدوم شاه؟ رضا شاه دوم، پهلوی سوم. ما زن و مرد جنگیم، ما بچهای جنگیم. علی شیره ای دیدی چه شبیه واسه درست کردیم، بقیهش هم تو راهه، مرده و زنده تو میاریم جلو چشا. پاینده باد ایران جاوید شاه.